سلام سلام رفقای گل، حالتون چطوره؟ مسعود پانیشر هستم و خوش اومدید به یه ویدیو گنگ دیگه. امروز با امین اینفرنو و ارسلان و رضا ریوایور رفتیم چی کار کنیم؟ رفتیم یک جهانو بگیریم و اولین اسکوادی بشیم که لژند شده و کلی اصلا بهتر کنیم. خیلی بهم درخواست کرده بودین که آره بچه، گفته بودین که آره برو لیدر برد و نفر اول جهان شد دوباره و اینا. من بهتون گفته بودم که رفقا من دیگه نمیرم، چون حقیقتا اون موقعی هم که رفتم خیلی آسیبا به خودم وارد کردم، چه از لحاظ اینکه حالا تایم زیادی که بازی کردم و گردن درد و هزار تا کوفت زهرمار، و اینکه حالا چه از لحاظ اینی که دیگه هیچ سودی هم برام نداشت اون لیدر بوردی که رفتم. خب به خیلی علتهای زیادی من لیدر بورد نرفتم. حالا هم الان هم که دارم بهتون میگم رفقا، این لیدر بوردی هم که الان دارین مشاهده میکنین، مثلا میبینین که خیلی ها دارن میرن. خب حالا من نمیخوام مثلا اسم کسی رو نمیبرم که بگم مثلا آره کی چیتر کی چیت میزنه، یا هر کی مثلا میره لیدر بورد چیتر با خودش میبره اینا، ولی خیلی هاشون اینطوری بهتون میگم. مثلا ما این بازی که رفتیم و با بچه ها داشتیم بازی میکردیم، ما اصلا لوز ندادیم، هیچ بازی رو لوز ندادیم، ولی اسکوادایی بودن که از ما مثلا ما تو هر بازی رو تو 8 دقیقه بهترین، دارم اینو به واقعا یعنی واقعا دارم بهتون میگم که بهترین اسکواد آلکاتراز ما داشتیم تو این بازی، یعنی اصلا باخت نمیدادیم، زیر 60 تا کیل زیر 70 تا کیل نمیزدیم، یعنی این نبود بگین کمپ کردیم یا مثلا چیزی، زیر 60 تا 70 تا کیل نمی زدیم، ولی اسکوادای تو بازی بودن که رفقا مثلا براتون بگم بازی رو توی 6 دقیقه تموم میکردن. اصلا امکان نداره بازی رو توی 5 دقیقه 6 دقیقه تموم کنی مگر اینکه با شیتر بری. حالا خیلی هاشون که بازم دارم بهتون میگم اسم نمیبرم، مثلا پروفایلاشون رو چک میکردیم که آره مثلا با چه کسایی بازی کرده بودن، یه اکانتایی میدیدیم مثلا لول 30 بود که معلومه تابلو اکانت لیور سی که 42 تا کیلو بزنه 45 تا کیلو بزنه، خب تابلوه دیگه چیتر. لیدر برده اینطوری شده، حالا بیشتر مولتی چیتر داره تا حالا بتل، ولی بازم میگم نگاه کنین حالا موومنت مولایی داشت مسعود حال کنین. بعد رفقا دارم اینجوری بهتون میگم، خلاصه ما یعنی با 5 6 تا اسکواد چیتر فایت دادیم تا تونستیم یک جهان بشیم، و فقط اینو بگم که واقعا یعنی واقعا سطح بالا بود، یعنی سطح اسکواد کمتر جایی بود که فشار رومون باشه مثلا بگیم آره اینقدر سطح اسکواد بالا بود که اصلا هیچ احساس چیزی نداشتیم. الان نگاه کنین اگه دقت کنین هر کدوممون توی یه قسمت از مپیم اصلا کنار هم نبودیم، یعنی سطح اسکواد اینقدر گنگ بود هر کدوم از یه طرف داشت بازی رو جمع می‌کرد، هر بازی رو با 60 70 تا کیل میومدیم بیرون، خیلی حال میداد. خدای آلکاتراس خیلی حال میده. حالا اگه دقت هم کرده باشین بچه، دارن یه تایمر گذاشتن روی مپ کلاسیک و یه تایمر گذاشتن روی اون مپ بلکاوت. احتمالاً خب اینی که الان اگه دقت کرده باشین توی اسمش چیه، خدایا این شرکت مایکروسافت اومده کال اوف دیوتی و اکتیویژن خریده. حالا من این خبر رو یه جای دیده بودم، در مورد موثق بودنش هم خبری ندارم، ولی اگه اینطوری باشه اگه دقت کرده باشین روی ادیتاشون دارن بیشتر کار میکنن، یعنی کاراکترهایی که دارن میدن و خیلی تمیزتر دارن میدن، خیلی چیز جالبی. الان اینجا هم نگاه کنین داشمون منو میشناسه و آره داش خودم هم آره داشت. نگاه کنید را فقط ترپ انداختم رو باکسش که وقتی میاد بدونم دقیقا کجا میاد، ولی باکس رو داره ترپ روی خودش رو داشت نشون میداد. خب دیگه خلاصه داشتیم میگفتم آره اگه دقت کرده باشین ادیتاش خیلی بهتر شده. حالا امیدوارم، من فکر میکردم بازی رو سبکتر کردن ولی سنگینتر کردن. حالا یه روش هم دارم واسه اونایی که بازم میگن لگ داریم و اینا. حالا رفقا واقعا روی دیوایس هایی که ما داریم، حتی منم وقتی ریکورد میکنم جدیدن، مثلا حالا به خاطر ریکوردرم بود و تست کردم دیدم که اگه کیفیت ریکوردر رو یکم پایین تر بذارم لگ من برطرف میشه. مثلا نارکو هم گوشی منو داره، خب نارکو که با این گوشی ریکورد میکنه
اون از طریق پی سی بازیش رو ریکورد میکنه، میدونین با کابل وصلش کرده به گوشی، از طریق پی سی بازیاش رو ریکورد میکنه، مثلا هیچ لگی نداره، گرافیک وری های دو تا فن گنده هم چسبونده پشت گوشیش. دیگه آره من این کارا رو نکرده بودم، یه غیر تنظیمات انجام دادم و اگه دقت کنین الان دارم با گرافیک لو بازی میکنم، چون حدودا رفقا 15 ساعت ما بازی کردیم، 15 ساعت من و امین و ارسلان و رضا 15 ساعت بدون باخت بازی کردیم. یعنی نگاه کنین همچین چیزی اصلا نبوده، نشده، نمیشه. نگاه کن حالا کار ندارم، اون سیزنی که خودم بودم، مثلا اون سیزنی که خودم یک جهانم بودم خیلی این کارو کردم، ولی توی این سطح بازی الان، حالا درست باز اون موقع مثلا خیلی سطح بالا بود و همه عرب بودن، ولی تو این سطحی که الان با این آموزشایی که یوتیوبرها گذاشتن و خودمون گذاشتیم، میدونی چی میگم، تو این سطح بازی الان توی یک روز یه دونه باخت ندی خیلی حرفه، خیلی حرفه. اصلا کلا نگاه کنین بازی، اگه دقت کنین الان نگاه کنین هیچ کدوممون کنار هم نیستیم، اصلا بازی خوردیم، هر کدوممون یه سولو اسکواد واسه خودش. نگاه کنین جونم بنازم موومنت رو نگاه کنین، حال کنین از داش مسعود یاد بگیرین جون، چالی میکنیم. خب بچه ها اینجوری هست دیگه، نگاه کنین الان دوتایی ستایی چهارتایی میریزن سر داش مسعود، ولی چی همه رو میذارم براتون. بی بی سی، بی 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 سی جان، بی بی بی. خب الان نگاه کنین رفقا، هر جایی دارم میبینم یه رد پا کنارمه، فقط ببین اینا رو چطوری نمکگیر میکنم و میذارم میتره کنم. خب صدا پا دارم میگیرم، خب دیدمش، نگاه کنین اینو میگیری روش جون جون جون. بچه ها احساس میکنم از وله قوی شده، یه اتچمنت لازمه براش بذارم، یه ترپ میندازی میای این طرف، وقتی که رفت تو ترپت میگیری روش جانم مورفین جان. خب این داشمون هم که داره اونجا واسه خودش سلف ریوایو میخواست بکنه، البته باید اول منو میزد، بعد نگاه کنین یه آرمور میزنیم قشنگ، نگاه کنین مغز بازی. خب قشنگ اینجا دوباره یه ترپ میندازی جونم بنازم. خب میریم پایین، نگاه کنین داش من اینجا موومنت میخواد برام بزنه، آرمور داریم میزنیم، آرمور 200 چی بگیریم روش. خب داشم این به قرآن استریمر مودای عزیز، حالا اینا فردا پس فردا صداش در میاد کیا بودن، بر حال داشم این. خب نگاه کنیم مورفین جان عزیز، چند بار تو رو بزنم داش، ناموسن چند بار بزنم. آره رفقا اینم گفتم ویدیوی یه ویدیوی یکی از اون گیم پلی هایی که با هم نینا رفته بودیم بازی رو براتون بذارم که ببینین و ببینین سطح اسکواد در چه حد بود. یعنی نگاه کنین الان اگه دقت کردین کل بازی من اصلا اسکوادم رو ندیدم، اگه دقتم کنین تو مپ هر کدومشون یه جان، اصلا ببینین سطح اسکواد دیگه. دراپ اومد و رفتیم سر دراپ و این مورفینه رو فکر کنم 5 بار زدم داش، هر کی هستی دایرکت بنداز اینستا از دل در بیارم، چون خدای خیلی زدمت. خب دیگه خلاصه آره اینا همه رو زدیم، فقط رفقا یه اتچمنت ازوال حتما بهتون میدم، این به نظرم قوی شده، یعنی ADS شاد نزنه خب، ولی هیپ فایرش نزدیک خیلی دمیج میده. خب M13 هم احساس میکنم یه مقداری نرف شده، مثل قبل نمیندازه، احساس میکنم 47 هم یه مقداری شاید باف شده باشه، ولی من همچنان M13 رو ترجیح میدم، چون حالتی داره که هم مثلا بخوای نزدیک بزنی طرف و هیپ فایر بزنی یا مثلا ADS بزنی سری میندازه، اینطوری بهتون میگم. ببین اینجا هم دیگه من نگاه الان اینجا به فنا میرم، نگاه تو ترپ هم رفت، خب قانونم باید اینجا میزدم، ولی احساس میکنم گانش چی بود؟ فکر کنم فنک بود، نه آریوس بود. دیدین قدرت آریوس چقدر قویه؟ حتی M13 هم زد. اون اتچمنتی که براتون گذاشتم و حتما یادتون باشه برین نگاه کنین و وردارین استفاده کنین، سریع ترین اتچمنت آریوس و قوی ترین، یعنی یکی از SMG های گنگ بازیه که حتما پیشنهادش میدم. خب دوباره برمیگردیم سر لوت باکس و یه لوت میزنیم جون 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 جون، همه رو برمیداریم، مورنینگ ستار، گان متیک برداریم جون، نگاه کن یه آریوس هم پشت سرم، هم آریوس داریم و هم چیز. فقط نگاه کنید اینجا ببینید چه جالبه. خب اینجا دوباره یه بار دیگه میمیرم، ولی خیلی جالب میمیرم، یعنی همون ثانیه ای که طرف رو میزنم صدا پای اونی که پشتم داره راش میده رو. رفقا یه نکته هم بگم، این بازی بعد از 14 ساعت بازیه،
یعنی ببین اینجوری سطح بازی بعد از 14 ساعت اینطور نگاه کن، تا صدا پاشو گرفتم برگشتم یه شات زد بدم. و این بازی هم همینجا به پایان میرسه. امیدوارم این ویدیو و این گیم پلی لذت کامل رو برده باشین. رفقا برای حمایت از ما خیلی خوشحال میشم اگه چنل ما رو ساب ندارین حتما ساب کنین، و اگه این ویدیو رو لایک نکردین هم حتما لایک کنین. خیلی دوستتون دارم، خیلی کوچیکیم، کوچیک کوچیکینا. تا ویدیو دیگه، تا درودی دیگه، بدرود. اینم از اسکواد لیدر وردی ما با مقدار زیادی کیل. حال کنین، فقط به عشق خودتون رفتم لیدر ورد. کیف کنین، صفا باشه. تا دیگه به داش مسعود نگین داش مسعود دوباره برو لیدر ورد. ما هم دیگه وای نمیسیم و دوباره استارت میکنیم و این داستان ادامه داره.